سحرگاه روز دوشنبه، سه زندانی امنیتی در زندان مرکزی زاهدان بدون اطلاع خانواده و فرصت آخرین دیدار با آنها به دار آویخته شدند. پیرامون روند دادرسی به پرونده این سه شهروند، یعنی محمد کریم بارکزایی، محمد براهویی و ادریس بیلرانی، بارها گفته شده آنها در زمان بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته و مجبور به اعتراف اجباری علیه خود شده بودند. رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان پیرامون این پرونده میگوید دادگاه انقلاب متهمان پرونده را به اتهام عضویت در گروهک جیش العدل، افساد فی الارض از طریق مشارکت در اقدام تروریستی انفجار دو بمبگذاری کلانتری 12 زاهدان و مشارکت در اقدام تروریستی انفجار بمب در مسیر عبور و مرور خودروی گشت انتظامی به اعدام محکوم کرده بود و البته درخواست اعاده دادرسی آنها نیز در دیوان عالی کشور رد شده بود. پایگاه خبری حالوش صدای ضبط شده یکی از این زندانیان را منتشر کرده که در آن جمهوری اسلامی بارها به آنها پیشنهاد داده بود در صورت ترور مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان یا یک فرمانده طالبان در افغانستان آزاد شود. در ادامه این فایل صوتی این شخص تاکید میکند در پی شکنجه بسیار و آزار و اذیت خانواده آنها ناچار به اعترافات دروغین علیه خود شدند. ناظران بر این باورند که افزایش اعدام در استان سیستان و بلوچستان بی ارتباط با شدت گرفتن برخورد با جمعه های اعتراضی زاهدان نیست. گزارش های منتشر شده از اعدام ها در ایران نیز نشان می دهد که با درگیر شدن افکار عمومی جهان به جنگ در غزه، جمهوری اسلامی اعدام ها را شدت بخشیده. بر اساس گزارشی که پیشتر سازمان حقوق بشر ایران پیرامون افزایش موارد اعدام ها منتشر کرده بود، آمده که از آغاز جنگ در غزه 114 نفر در ایران اعدام شدند که 24 مورد آن شهروند بلوچ و 5 مورد با اتهام همکاری با گروه های مسلح مخالف حکومت به اعدام محکوم شده بودند. روند اعدام ها در ایران پس از اعتراضات سال 1401 تسریع شده بود و بر اساس آمار منتشر شده اعدام ها در ایران رشد چشمگیری داشته. افشار سیگارچی، صدای آمریکا.